أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلقا معذور میتونه امام جماعت بشه، فقط یک استثناء داره و اون اینه که اگه امام جماعت قیام نمیتونه بکنه، نشسته نماز میخونه. این از خواص پیغمبر صلی الله علیه و آله که نمیشه امام جماعت نشسته، مأمومین ایستاده. علل قاعده به عنوان بحث علمی این استثناء نشده که اگر این ایستاده نماز میخونه، رکوع هم عادی میره، فقط سجده بالخصوص نمیتونه. قاعدش اینه بگیم که امام جماعت میتونه بشه رو اون عمومات جماعت. فقط چیزی که هست مشکل فتوا دادن بهش، خلاف احتیاطه. مقتضای احتیاط اینه که اینجور آدم امام جماعت نشه. بله، عرض کردم به عنوان بحث علمی اشکال نداره، اما در مقام فتوا خلاف احتیاط. بله، یکی از احکام دیگه، یکی از احکام. نعم، ای مقتضى الآية الشريفة والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والروايات الواردة في المسألة وفهم الفقهاء المشهور من الفقهاء أنه لا، ما يجوز، ما يحتاج إلى احتياط وجوبي. يعني شوفوا هم ظاهر الآية، آيتين الشريفتين، يا أيها النبي قل بناتك ونسائك ونساء المؤمنين، الآية شلون؟ الآية والآية الأخرى أيضا والروايات الموجودة وفهم الفقهاء ذلك، هذا الظهور. لا، فتوى مو احتياط وجوبي. أي أي لا، الوجه واليدين خب الروايات استثناء خاص أكو به، احتياط وجوبي لا. بعض قالوا احتياط وجوبي، منهم المرحوم والدي كان عنده احتياط وجوبي، أما هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور، لأن روايات خاصة معتبرة سندا وظهورا في استثنائه إذا لم يكن زينة في الوجه والكفين. لا، ما يقول ما يحتاج احتياط وجوبي، فتوى بأنه لا يجب الستر. على كل عندهم بالنتيجة، الفقهاء المشهور منهم أنه الوجه والكفان إذا زين ماكو في الوجه ولا في الكفين لا يجب الستر. سلام الله. بله، نه از یه قبیله بودن، مثل بنی اسد که یه قبیله، هم حبیب ابن مظاهر از بنی اسده، هم حرمله از بنی اسده. منافات نداره تو عشیره، تو فامیل، یا آدم خوب از یا آدم بد هست. بله، سلام علیکم و رحمت الله.
بله. من یادم نیستم چی چیزی، فقط ام البنین از نظر اعتباری این کنیه حساب میشه، کنیه حساب میشه نه اسم. اسم فاطمه بوده و ام البنین هم کنیه است. همین آها بله. وقت از کی بوده چطور بوده الان من یادم نیست. الجميع ای نعم في البقيع لا مشخص مشخص هالشكل ينقلون. نعم نعم بل الضرورات تقدر بقدرها، ضرورات تقدر بقدرها، این قاعده مال همه جا سکشم نماز. یعنی انسانی که با کیش نیست باید استاده تکبیرت الاحرام بگه، استاده حمد سوره بخونه، رکوع متعارف بره، سجود متعارف بره، هفت عظم را رو زمین بذاره در سجود. و هر کدوم از اینها حرجی بود یا ضرری بود اون ساقط میشه، بقیهش هست. و مثلا حالا این کسایی که کمر درد پا درد دارن میتونه استاد تکبیرت الاحرام بگه، خب باید بگه. میتونه استاد حمد و سوره بخونه، باید بخونه. میتونه رکوع عادی بره، یعنی از استاده بره به رکوع، عن قیامن بره به رکوع میشه. اما سجده رو زمین بخواد انجام بده، یا درد داره که ضرریه براش، یا سخت براش حرجه، وقتی میتونه که سجده ای که هفت عضو را رو زمین بذاره انجام نده، ایماع کنه. اگر میتونه بشینه رو کرسی چیزی و ایماع کنه، اگر نمیتونه همجو استاده بعد از رکوع ایماع کنه. علاقل هر قد میتونه حرج و ضرر نیست باید انجام بده، هر قد حرج و ضرر شد اونو انجام نده. نه لازم نیست، لازم نیست در ایماع، لازم نیست سجده رو مهر بکنه. این سجده رو مهر از باب قاعده میسوره. کسایی که قبول دارن قاعده میسوره، که منم قبول دارم، مشهور بین فقهام هست، این از با قاعده میسوره که رو مهر پیشانی بذاره. اگر نه تو روایت داره ایما، وقت بعضی فقهام تصریح کردن چون اطلاق داره روایت ایما، وقت قاعده میسورم قبول ندارن بعضیا، وقت گفتن که نه سجده لازم نیست رو مهر باشه، اما احتیاطش اینه که رو مهر باشه. بین مردم میگن هر طور که توانیدی بخواد. راست درست. هر قد که توانست، یعنی هر قد که سخت بود نواجب نی دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله. نه
باید میسور باشه عند المتشرعه، یعنی صدق کنه، موضوع محقق باشه عند المتشرعه. سه تا روایت داره، هر سه سند نداره، اما از شیخ مفید و شیخ طوسی شما بگیرید به این روز معظم فقها ولو کلمه میسور همشون استفاده نکردن، اما طبق میسور فتوا دادن که معلوم میشه معمول به هاست. نه ببین بله، ما در احکام شرعی که نمیتونیم به قاعده عقلای عمل کنیم، در موضوعات احکام به قاعده عقلای عمل میکنیم. ایشون این را میگه قاعده عقلایی، اما اون نمیتونه مدرک حکم شرعی باشه. همین پس باید ممزات باشه، نه چون قاعده عقلایی. در موضوعات احکام ما به قاعده عقلایی عمل میکنیم، اما در خود احکام نه. اگه ممزات همون روایات میسور اگه گفتیم که فرمودن معمول به هاست الا ما خرج به دلیل، باب وضو خرج به دلیل، در باب وضو میسور نیست چون دلیل داره، مثل که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمیشه. اگر داره دست چپشو میشوره شک میکنه صورتشو شسته یا نه، قاعده تجاوز جاری نمیشه در وضو بالخصوص. در غسل محل خلافه که جاری میشه یا نه. و خلاصه اگر ما گفتیم که هر جای روایت ضعیفت السند یا ضعیفت الدلاله مشهور فقها بهش عمل کردن، این شهرت جبر سندی جبر دلالی میکنه، این چون قاعده میسور. چرا ما مشهور همین هر الا ما خرج، وقتی که ما میبینیم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، دیگران تا امروز علامه، محقق، نمیدونم اینا، حتی مثل محقق اردبیلی صاحب مدارک که قرد مدقق هستن، مکرر طبق قاعده میسور فتوا دادن، ولو کلمه میسور رو نگفتن اما طبقش فتوا دادن. یادش معلوم میشه که این کبرا معمول به هاست. بله هر جا خارج به دلیل شد و به ها در باب وضو. چی؟ نه قبول. اما وقت با این آقایونی که جبر سندی جبر دلالی قبول ندارن، عرض میکنم که آیا همه جا شما قبول ندارید یا اینجا؟ اگه همه جا قبول ندارن قبول، اما اینجور نیست. من گاهی عرض کردم، حالا عرض میکنم، شما یک فقیه پیدا نمی کنید که بگه قاعده میسور در اصول، بگه قاعده میسور معتبر نی و تو فقه خودش مکرر طبق قاعده میسور بدونی که دلیل خاص در اونجا باشه فتوا داده باشه. اگه تبدل رأی قبول، اما پس باید تبدل رأی باشه. بله بله. این شما تو تفسیر ببینید، تو روایات داره اینجور که تو ذهنمه که خدای عز و جل، نه جبرئیل. جبرئیل شاگردای پیغمبره که ائمه باشن علیهم السلام.
بله بفرمایید. بله شهادت خود نسبت به خود پیغمبر هم صلی الله علیه و آله تعبیر کردن وفات، با اینکه روایت صحیحه داره که حضرت رو کشتن پیغمبر خدا را، منافات نداره. قرآن هم فرموده فلما توفاه الله، وفات یعنی اخذ، یعنی خدا او را گرفت، یعنی روح از بدنش جدا شد، حالا به وسیله کشتن یا به وسیله موت طبیعی. وفات عمه که قرآن هم فرموده فلما توفاه الله. خلاصه یا اما اینکه نسبت به حضرت ام البنین سلام الله علیها شهادت بالمعنی العام که مسلمه، چون این کارای بنی امیه، خود کشتن امام حسین علیه السلام چهار تا پسر ام البنین کافی بود برای اینکه کشته بشه. شهادت بالمعنی العام هیچ شبهی نداره، گیری نداره. بله خب اونجا استثناست در غسل میدونم، اما استثنا که داره، یکی از استثناش صومه، یکی از استثناش وضوه، یکی از استثناش غسله. بله این استثنا شده. یعنی چه؟ خب وقت زید جز قوم بوده دیگه. آها اگه لا یسقط، همه جاست الا اونجایی که اخص مطلق باشه، این مطلق دیگه. اگر دلیل گفت در باب صوم میسور نیست، میگیم چشم، چون همونی که گفته در المیسور لا یسقط بالمعسور همون فرموده در صوم میسور نیست. اگر کسی میتونه صبح تا شب 16 ساعت 15 ساعتش روزه بگیره، این فایده نداره. دلیل خاص ما من عامل الله وقت خاص دیگه. خب مگر اگه گفت لا اکرم العلماء لا تکرم فساقهم اشکال داره؟ این اخص مطلق دیگه. بله ببخشید، بفرمایید. سلام علیکم. بله یعنی سخت نگیر با مردم، همون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، به مع تنفر، یعنی مردم را بشارت بده، جوری برخورد نکن که مردم متنفر از تو بشن. همین که آیه دیگه شریفه قرآن داره ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، این به نتیجه معنای همین آیات قرآنه برای این شخص گفتن حضرت. بله بفرم. یه لحظه بله بله آقا قاعده میسور توسعه میده مبدل و منه را، حکومت داره، یعنی میشه مبدل و منه، یعنی نه حالا وضو و غسل که درش قاعده میسور جاری نیست. خود شارع همین که الان همین مثالی که عرض شد، شارع فرموده کسی که نمیتونه سجود کنه تیمم چیز کنه، ایماء کنه، که بعضی فقها هم حتی معاصرین این نماز خوندن روی این کرسی و اینا رو چنیدم اشکال کردن رو همین جهت، چون قاعده میسور رو قبول ندارن. وقت گفتن ایماء هم روایتش مطلقه، پس همین که این نتونست
سجود کامل انجام بده بدلش ایماع شارج قرار داده، اونم مطلق هم هست. اما اگه ما قاعده میسور قبول کردیم، میسور توسعه میده، یعنی میسور میگوید این سجده سجود بر سبعت اعظم این میسورشه. اگه میسورش بود این میگه سجودون، وقت نوبت به بدل نمیرسه. اما بدله، اگر دلیل اون نه نه، اگه قاعده میسور قائل نشیم بله نوبت به بدل میرسه، راسته. اما اگه قاعده میسور قائل بودیم، یعنی شارع داره میگه اسجد علی سبعت اعظم ان لم تتمکن فالمیسور من، ان لم تتمکن فالبدل. اینجوری میشه دیگه. قاعده میسور اگه قبول دادیم، این توسعه داره میده دلیل اصلی را، دلیل اولی را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین. السلام علیک یا زوجة امیر المؤمنین، يا سيدتنا، يا أم البنين، ناله جان سوز دلها را پریشان می کند، کیست این غم دیده کز سوز دل افغان می کند، کیست این بانو سیه پوشی که هر روز از قریش می رود اندر بقیع و ناله از جان می کند، این نه کلثوم است نه زینب، بود ام البنین، کین چنین آه و نوا در این بیابان می کند. در عزای چار فرزندش کند بزمی به پا، شمع بزم آن عزا از اشک چشمان می کند، می کشد با حسرت بسیار نقش چار قبر، بزقم هر یک خروش از قلب سوزان می کند، دم به دم گوید نخانیدم دگر ام البنین، زین بیان دلهای جمعی را پریشان می کند، چون بیادارد ز درد داغ شاه دین حسین، جای اشک از دیده خون دل به دامان می کند، کانت تخرج الی البقیع لرثاء العباس و اخوته،
فتبكي وتندب أشجان دبايا، وتبكي كل من يمر بها، انقد جنسوز نال ميزك بيبي حزرة أم البنين، دوست و دشمن وقتی این خانم رو می دیدن به گریه می افتادن. این اشعار معروف رو می خوان: لا تدعونی ویک ام البنین، تذكريني بالليوث العرين، كانت بنون لي أدعى به، واليوم أصبحت ولا من بنين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين، قائم صدامي زاد أنبئت أن ابني أصيب برأسي مقطوعيا، ويلي على شبلي أمال برأسي ضرب العمايا. يعني عباسا بمن خبر دادن، عمودان بر فرق سرت زدن، دستانت رو از بدنت جدا کردن. عرضه بداریم بی بی جان، شما فقط این مصائب رو شنیدید، اونگاه اونطور جان سوز می گریستید، پس چه حالی داشت آقا ابی عبدالله که با چشمانشون بدن را مشاهده کرد؟ صدا زد: الان انکسر ظهری، اخی من یحمی بنات محمد إن كنا يسترحي من لا يرحم. صلى الله عليكم يا آل رسول الله، ألا لعنة الله على القوم الظالمين.